خیلی قضیه مهم است. خدا فرموده است اینها محل ملامت نیستند، اینها مورد ملامت نیستند، خدا اینها را ملامت نمی کند. کسانی که از طریق حلال بخواهند غرایز خودشون را اشباع بکنند، به اون لذایز مشروع برسند از طریق حلال، از طریق ازدواج، حالا این دیگه جایی برای ملامت باقی نمی ماند، محلی برای ملامت دیگه نیست. متاسفانه فرهنگ غلط در جامعه گاهی ملامت هایی را ایجاد می کند، بعضی رسم ها و فرهنگ های غلط، برداشت های نادرست از دین و رسم های ناجوری که باعث می شود انسان ازدواج کرده است اما مورد ملامت قرار بگیرد، به خاطر اینکه مثلا جوانی زود هنگام ازدواج کرده است، زود هنگام به فکر ازدواج افتاده است. اگر جوانی مثلا زیر 20 سال فرض بکنیم به فکر ازدواج افتاد، پیشنهاد ازدواج کرد، بعضی ملامت میکنن او را، تو هنوز دهانت بوی شیر میدهد، میخوای ازدواج بکنیم، این مستحق ملامت نیست، میخواد از طریق حلال به اون غرایز نفسی خودش برسد، ارضا بکنه اون خود را. انسان بالاخره طبع این طبیعت در انسان هست، علاقه به تشکیل خانواده، حالا شاید زود هنگام این کار انجام بدهد، در سن بلوغ که انسان این کار انجام بدهد مورد ملامت نیست اصلا. اگر کسی فرض بکنیم با یک زنی بیوه ازدواج کرد، بعضی او را ملامت میکنند، خب مستحق ملامت نیست اصلا. خدا میگه اینها مورد ملامت نیستند. حالا بعضی فرهنگ غلطی در جامعه را چه کردن که حتما مثلا اگر پسر است حتما مثلا باید با یک دختر ازدواج بکند، اگر با بیوه ازدواج کرد او را ملامت میکنند، بعضی خانواده اش حداقل به او سرکوف میزنن، یا اگر با زنی بزرگتر از خودش ازدواج کرد او را ملامت میکنند بعضی هم. این فرهنگ غلط جامعه ماست. حالا زن شاید بزرگتر باشه از انسان، چه اشکال دارد؟ من خود پیامبر علیه السلام ازدواج نکرده است به این صورت با زنان بیوه غیر از عایشه رضی الله عنها، همه همسرانش بیوه بودند و همه هم از او بزرگتر بودند، غالبا همسران پیامبر یا در سن سال او بودند یا بزرگتر از او بودند، مگر معدودی. این اگر انسان این نوع افراد را ملامت بکنند، این خود پیامبر هم نعوذ بالله یعنی مورد ملامت قرار داده است. یعنی که این فرهنگ غلط را از جامعه بزداییم. انسانی که میخواهد پاک باشد به هر نحوی را ازدواج بکند، شاید بپسندد مثلا یک زنی بزرگتر از خودش یا زن بیوه ای را بپسندد، پس ازدواج به هر شکلی که باشد محل ملامت نیست. حتی ازدواج های متعدد، شخصی که چند همسر بخواهد اختیار بکند، محل ملامت قرار میگیرد بین مردم، مورد ملامت قرار میگیرد. اگر برود نعوذ بالله الواتی بکند، فحشا بکند، این اندازه مورد ملامت قرار نمیگیرد که برود مثلا همسر دیگر اختیار بکند. این برخلاف نص قرآن است. قرآن گفته است هر کس از طریق مشروع، از طریق حلال بخواهد خود را پاک نگه بدارد و به غرایز جنسی و نفسانی خودش برسد، این مورد ملامت نیست. حالا انسان اگر این را ملامت بکند، اینجا این را موضوعی برای ملامت و سرزنش قرار بدهد، یعنی ضدیت پیدا کرده است با این نص قرآن. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، هر کس راهی غیر از این را بپیماید، از راه‌های دیگر بخواهد به اشباع غرایز نفسی خودش برسد یا بپردازد، خب اینها تجاوزگرند، اینها محل ملامت هستند یا مستحق ملامتند. کسانی که بخواهند به بیراهه بروند، از راه‌های نامشروع و حرام بخواهند غرایز خودشون را اشباع بکنند. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، صفت دیگر اونها این است که اونها امانت خودشون را و عهد خودشون را رعایت میکنند. کسانی که پایبند به امانت هستند، امانت دار هستند، هم امانت مالی و هم امانت معنوی، لازم نیست که حتما امانت مادی باشد، امانت های معنوی هم هست. رازی که کسی مثلا به شما بگوید اینم امانت است، کسی سری با شما در میان گذاشت، المجالس بالامانه دیگه، اذا حدث الرجل ثم التفت فهی امانه، اگر انسان حرفی را زد بعد پشت داد، اون حرف او امانت است. یعنی اگر کسی سری و رازی با شما در میان گذاشت، اون امانت است، باید رعایت بشه به اون امانت. پس کسانی که امانت خودشون را و عهد خودشون را رعایت میکنن امانت دار هستند،
و به عهد خودشون هم وفادارند، هم عهد با خدا و هم عهد با بندگان خدا، عهد شکنی نمی کنند. اگر با خدا عهدی بستند، نذر کردند مثلا، عهد شکنی نمی کنند. اگر با بنده از بندگان خدا عهدی بستند، تعهدی دادند، قولی مثلا به او دادند، عهد شکنی نمی کنند، غدر نمی کنند. این عهد شکنی غدر است. پس کسانی که به امانت و عهد خودشون پایبند هستند. والذین هم به شهاداتهم قائمون، کسانی که به شهادت خودشون، به شهاداتهم یا به شهادتهم در اکثر قرائت ها به شهادتهم آمده، اما قرائت حفص به شهاداتهم قائمون، کسانی که شهادات خودشون را حفظ می کنند، یعنی به گواهی و شهادت اهمیت می دهند، قائم به شهادت هستند. کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، قوامین لله شهداء بالقسط، قائم به شهادت هستند، یعنی قیام میکنند به شهادت و گواهی میدهند، کتمان نمیکنند گواهی را اگر گواهی داشته باشند. اقیم الشهاده لله دیگه، و اقیم الشهاده لله، گواهی را انسان باید برای خدا گواهی بدهد، اگر جایی لازم شد کتمان نکند گواهی را، گواهی دروغ هم ندهد، کم و زیاد هم نکند در هنگام گواهی دادن. اینا خلاف اقامه شهادت است دیگه، اینکه انسان اونجایی که لازم است گواهی بدهد گواهی ندهد، بترسد مثلا، خودش گواه است اما حاضر نشود گواهی بدهد، حاضر نیست مثلا پای ورقه ای را که میداند درست است امضا بکند مثلا، میترسد، حاضر نیست گواهی بدهد، یا کتمان میکند گواهی را که میداند درست است، یا گواهی دروغ میدهد جایی که خبر ندارد امضا میکند مثلا، پای ورقه ای که اصلا هیچ روحش هم خبردار نیست از اون قضیه، اطلاعی ندارد، امضا میکند، اون گواهی دروغ است، گواهی دروغ میدهد، یا اونجایی که لازم است گواهی نمیدهد، یا کم و زیاد میکند در گواهی دادن خودش، اینها قائم به شهادت نیستند دیگه. کسانی که به شهادت خودشون قائم هستند، یعنی عمل میکنند به شهادت، شهادت را برپا میکنند و درست شهادت میدهند. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، آخرین صفتی که خدا بیان کرده است، کسانی که بر نمازشون محافظت میکنند. این هم آخرین صفت ذکر شده است، اول با نماز شروع شد، آخر هم با نماز خاتمه یافت. اولین صفت والذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که بر نمازشون مداومت دارند، اون به صورت کلی هست، بر نمازها به صورت کلی مداومت دارند، یعنی نمازها را ادا میکنند. اما اینجا محافظت بر نماز، بر هر نمازی محافظت می کنند، یعنی اینکه انسان نماز را درست انجام بدهد، این محافظت بر نماز است، پایبندی به نمازها اون مداومت بر نماز است. اما درست خواندن یک نمازی که می خواند، محافظت بر رکوعش، بر سجودش، بر وقتش، اینجا محافظت بر نماز است. من حافظ علی الصلوات الخمس رکوعهن و سجودهن و مواقیتهن و علم انهن حق من عند الله دخل الجنه او وجبت له الجنه او حرم على النار. در حدیث صحیح آمده است که هر کس بر نمازهای پنجگانه محافظت بکند، بر رکوعشان، بر سجودشان، بر اوقات نماز محافظت بکند، نماز را در وقت بخواند، نمازش قضا نشود، رکوع و سجود نماز را درست انجام بدهد و بداند که این نمازها حقی است از جانب خدا، به بهشت وارد می شود، یا بهشت بر او واجب می گردد، یا جهنم بر او حرام می شود. تعبیرات مختلفی در روایات آمده است. پس محافظت بر نماز، این که انسان نماز را درست و به نحو احسن ادا بکند. اولئک فی جنات مکرمون، آنها در باغهای بهشت مورد احترام و پذیرایی هستند، به شدت از آنها پذیرایی می شود، با بهترین نعمت ها آنها مورد احترام و کرامت هستند در بهشت. کسانی که از این اوصاف برخوردار باشند، اولئک فی جنات مکرمون. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. فردا شب هم ان شاء الله ما ختم تراویح خواهیم داشت دیگه، دارن فردا شب این ختمی که شروع شده است به پایان خواهد رسید. فردا شب انشاءالله آخرین شب، نه تراویح، انشاءالله شب جمعه هم خواهیم داشت، ولی خب
در ختم، در ختم قرآن آخرین شب این ختم خواهد بود و ختم قرآن به پایان خواهد رسید. برکتی است در واقع این ختم که انسان‌هایی که از اون برخوردار بودند قطعا از این برکت هم برخوردار بودند. کسانی که توانستند کامل در این ختم شرکت بکنند بهره کامل بردند. کسانی که الان گاهگاهی را شرکت کردند باز هم به همان نسبت بهره خودشون را بردند. کسانی هم که شرکت نکردند حداقل توفیق داشته باشند که در دعای ختم قرآن شرکت بکنند، چون دعای ختم در احادیث آمده است که در هنگام ختم قرآن دعا اجابت می شود. حالا دعای خاصی هم برای ختم نیست داره که ما بگیم حتما این دعای خاصی خوانده شود. هر دعایی بعد از ختم قرآن به اجابت نزدیک است، روایاتی هست. و بعد از پایان ختم محلی است که دعا اجابت می شود و خوب است که ما در دعای ختم قرآن ان شاء الله حضور داشته باشیم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير.